دانش به زبان ساده. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بیش از 50 سال است که فیزیک و ریاضیدانان دنیا به دنبال یافتن نظریه‌ای هستند که نظریه همه چیز نام دارد، که معروفترین آن نظریه ریسمان هاست؟ نظریه‌ای که توسط آن بتوانند 4 نیروی بنیادی که کیهان را اداره می کند را به گونه‌ای در نیروی یگانه توصیف کنند. این 4 نیروی بنیادی کیهان عبارتند از نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیز نیروی هسته‌ای ضعیف. نیروی گرانش که ضعیف‌ترین نیرو از این 4 نیروست و باعث می‌شود که ما بتوانیم بر روی زمین راه برویم و زمین نیز به دور خورشید بچرخد. نیروی الکترومغناطیس یعنی هر چیزی که به الکتریسیته و مغناطیس مربوط است، نیرویی است که غذای ما را در میکروویو گرم و اتاق ما را روشن می کند و نیز با قطب نما جهت شمال را به ما نشان می دهد. نیروی هسته‌ای قوی که قوی ترین این نیروهاست و در هسته اتم ها پروتون و نوترون ها را مانند یک چسب قوی به هم چسبانده تا هسته اتم را تشکیل دهند. و در پایان نیروی هسته‌ای ضعیف که باعث متلاشی شدن هسته اتم‌های ناپایدار به شکل رادیواکتیویته می باشد و نیز منشأ همجوشی هسته‌ای در ستارگان است. در حالت عادی نمی شود کیهان را با ترکیب 2 ستون اساسی فیزیک، یعنی نسبیت عام اینشتین و مدل استاندارد فیزیک کوانتوم توصیف کرد. این ترکیب ناسازگار به مانند اجرای همزمان 2 نوع مختلف و متضاد از قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر است که مسلماً رفت آمد در خیابان‌های آن شهر را مختل کرده و غیر ممکن می‌سازد. و اما چرا فیزیک و ریاضیدانان در تلاشند تا این 4 نیروی بنیادی کیهان را در یک نیروی یگانه توصیف کنند؟ به عبارت دیگر چرا تلاش می کنند تا مدل استاندارد مکانیک کوانتوم و 3 نیرویش را با نیروی گرانش که با نسبیت عام اینشتین توصیف شده است را در یک نظریه نهایی جای دهند؟ برای پاسخ به این پرسش باید نخست نگاهی بسیار کوتاه به تئوری بیگ بنگ بیندازیم، تئوری که تکیه بر ستونهای استوار دارد. نسبیت اینشتین، گسترش و باز شدن کیهان و نیز امواج پس‌زمینه کیهانی. همانطوری که در برنامه‌های پیش گفتیم، در سال 1930 کشیش لومتر نظریه اتم اولیه را مطرح کرده و میگوید که کیهان دارای یک نقطه آغازین بوده و میتوان فیلم تاریخ و سرگذشت کیهان را به عقب برگرداند و نشان داد که هرچی بیشتر به عقب بازگردیم، فاکتور اشل کیهان نیز به تدریج کمتر و کمتر می شود و در نتیجه فاصله کهکشان ها از هم نیز کمتر و کمتر می شود، در حالی که چگالی و دمای کیهان بیشتر و بیشتر می شود. و به همین روال تا زمانی که مشاهده کنیم که 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش فاکتور اشل کیهان 0 بوده، یعنی دما بی نهایت و تمام فاصله ها نیز 0 می بود. بسیار بسیار مهم است که بدانیم که ما نمیتوانیم فیلم تاریخ سرگذشت کیهان را تا نقطه انفجار فضا زمان، یعنی ت برابر 0، به عقب بازگردانیم. یعنی ما درباره لحظه آغاز یا خود زمان ت برابر 0 چیزی نمیدانیم. به این دلیل که زمانی که دما و چگالی میل به بی‌نهایت میکند، میدانیم که معادلاتمان و در نتیجه محاسباتمان مطمئناً نادرست می شود. دوره پلانک دوره است بسیار بسیار کوتاه. فاصله بین ت برابر 0، یعنی پیدایش کیهان از یک تکینگی گرانشی، تا 10^-43 ثانیه پس از این پیدایش که به آن زمان پلانک نیز می گویند. این دوره به دیوار پلانک ختم می شود. و در حقیقت تئوری بیگ بنگ قادر است تاریخ و سرگذشت کیهان را تا دیوار پلانک، یعنی تا 10^-43 ثانیه بعد از ت برابر 0، یعنی لحظه انفجار فضا زمان بررسی کند. تا
تنها به این دلیل که در بازی زمانی ت برابر 0 تا ت برابر 10 به توان منهای 43 ثانیه، چهار نیروی بنیادی کیهان که هم اکنون میشناسیم، یعنی نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف، شکلی یگانه داشته و به شکل چهار نیروی جدایی از همه امروزی نبوده است. پس به شکلی ساده، فیزیک مدرن تنها قادر به توصیف و بررسی سرگذشت کیهان از زمان حال تا دیوار پلانک می باشد. به این دلیل که مکانیک کوانتوم و نسبیت عام به شکلی جداگانه در این بازی زمانی با هم سازگار هستند. و به همین خاطر است که فیزیکدانان و به ویژه ریاضیدانان برای آن که پی ببرند که در پشت دیوار پلانک چه گذشته، به دنبال یافتن نظریه‌ای هستند که بتواند این چهار نیروی بنیادی کیهان را در یک نیروی یگانه جمع کرده و توصیف کند. و معروفترین آن نظریه ها نظریه ریسمان هاست. ماده در همه جای کیهان وجود دارد و هنگامی که آن را از فاصله‌ای بسیار بسیار نزدیک مشاهده کنیم، می‌بینیم که این ماده از ذرات تشکیل شده. ذراتی که انواع مختلفی دارد: الکترون‌ها، کوارک‌ها و نیز نوترینوها. ذرات در کیهان جابجا می‌شوند و می‌توانند با تبادل ذرات دیگر با هم برهمکنش داشته باشند. برای مثال نیروی الکترومغناطیس به واسطه تبادل فوتون‌ها انتقال می‌یابد. همه این ذرات مختلف چیزی را تشکیل می‌دهند که به آن مدل استاندارد می‌گوییم. مدلی که تا امروز دقیق‌ترین توصیف ریاضی در دنیای کوانتومی است. این مدل از دو دسته اصلی ذرات تشکیل شده: فرمیون‌ها که ماده را تشکیل می‌دهند و نیز بوزون‌ها که به توصیف برهمکنش‌ها کمک می‌کنند. در نگاه نخست می‌توان تصور کرد که این مدل استاندارد قادر به توصیف همه چیز می‌باشد. پس نظریه ایست نهایی. اما در واقع باید گفت که برهمکنش دیگری نیز وجود دارد که این نظریه یا مدل استاندارد قادر به توصیف آن نیست و آن گرانش است. در مقیاس بزرگ گرانش با استفاده از نسبیت عام توصیف می شود. بدین شکل که ستاره ها و سیارات فضا زمان را خم کرده و باعث جذب شدن دیگر ستاره ها و سیارات می شوند. می توان انتظار داشت که همانند انواع دیگر برهمکنش ها، خمیدگی فضا زمان نیز در مقیاس کوانتومی تشکیل شده از ذراتی کوچک، یعنی کوانتای خمیدگی فضا زمان که گراویتون نام دارد. اما هنگامی که بخواهیم این گراویتون را در مدل استاندارد بگنجانیم، در محاسباتمان به نتایجی گنگ و بی‌معنا می‌رسیم. نتایجی با مقادیری بی‌نهایت و نیز غیر قابل اصلاح. بدین شکل می‌بینیم که نمی‌توان گرانش را در مقیاس کوانتومی توصیف کرد. و به همین دلیل است که بیش از نیم قرن است که فیزیکدانان برای حل این مشکل به دنبال نظریه‌های جدید هستند. در این برنامه به یکی از معروف‌ترین این نظریه‌ها، یعنی نظریه ریسمان‌ها می‌پردازیم. در مدل استاندارد ذرات به شکل نقاط کوچک و بدون بعد توصیف می‌شوند و فرض را بر این می‌گذاریم که این نقاط همه دارای ویژگی‌های یکسانی نیستند. تا بدین ترتیب بتوانیم وجود انواع مختلفی از ذرات را شرح داده و توصیف کنیم. اما در نظریه ریسمان ها فرض را بر این می‌گذاریم که این نگاهی است تقریبی و غیر دقیق. یعنی در واقع اگر نزدیک‌تر رفته و روی ذرات زوم کنیم،
در میابیم که همه این ذرات از یک چیز تشکیل شده اند، از یک ریسمان کوچک، گاهی باز و گاهی نیز بسته. این ریسمان های کوچک ویژگی یک کش لاستیکی کوچک را دارند و می توانند ارتعاش کنند. یک سیم گیتار می تواند در حالت های مختلف ارتعاش کند و این یعنی همان صدای هارمونیک. به همین ترتیب این ریسمان های کوچک نیز می توانند به روش های مختلفی ارتعاش کنند. یک موج، دو موج، سه موج و یا بیشتر. و به این شکل در این مقیاس هر شیوه ارتعاشی مانند یک ذره متفاوت رفتار می کند. پس از انجام محاسبات می‌بینیم که بعضی از این ریسمان‌ها مانند فوتون‌ها و بعضی دیگر نیز مانند گراویتون‌ها عمل می‌کنند. با در نظر گرفتن تنها این اصل که این ذرات ریسمان‌هایی کوچک با ویژگی یک کش لاستیکی می‌باشند، می‌توانیم شرح دهیم که چرا انواع مختلفی از ذرات وجود دارد و نیز وجود گراویتون که گرانش را در مقیاس کوانتومی توصیف می کند را پیش بینی کنیم. حال به بررسی تغییر و تحولات این ریسمان های کوچک در کیهان بپردازیم و برای این کار از اصول مدل های کنونی خود استفاده کنیم. تصور کنید که الکترونی را به سمت یک هدف پرتاب کنیم. الکترون مانند یک موج منتشر شده و هنگامی که به هدف می رسد، ما قادر به پیشبینی محل برخوردان به هدف نیستیم. باید بدانیم که در مقیاس ذرات یک آزمایش یکسان و مشابه می تواند نتایجی متفاوت داشته باشد و ما تنها قادریم که فقط احتمال مشاهده نتایج متفاوت را پیشبینی کنیم و هدف علم فیزیک در این مقیاس کوانتومی نیز تنها معلوم و مشخص کردن این احتمالات است. بیانی ریاضی برای تعیین احتمال مشاهده یک نتیجه در نظر گرفتن همزمان تمامی سناریوهای ممکن است که منجر به این نتیجه می شود. یعنی نه تنها تمامی مسیرها بلکه تمامی برهمکنش‌های ممکن را نیز با هم جمع می کنیم. برای نمونه یک الکترون می تواند فوتونی را ساطع و سپس آن را دوباره جذب کند، یا دو فوتون و یا حتی سه فوتون. در تمامی سناریوهایی که در نظر می گیریم این خود ما هستیم که تصمیم گرفته و اجازه این نوع و یا نوعی دیگری از برهمکنشی را می دهیم تا چیزی را که در دنیای واقعی مشاهده می کنیم را باز تولید کنیم و با جمع کردن همه این سناریوها آن احتمال مورد نظر را به دست می آوریم. در نظریه ریسمان ها نیز شیوه کارمان مشابه و یکسان است، با این تفاوت که ذرات دیگر به شکل نقطه نیستند بلکه به شکل ریسمان می باشند. یک نقطه یک مسیر خطی را در طول زمان ترسیم می کند، در حالی که یک ریسمان یک سطح را ترسیم می کند. و برای آنکه تغییر و تحولات یک ریسمان در طول زمان را همانند فیزیک کوانتومی به شیوه احتمالات شرح دهیم، تمامی شکل‌های هندسی ممکن را که یک ریسمان در طول زمان رسم می کند را در نظر می گیریم. این ریسمان می تواند نه تنها مسیر مشخصی را دنبال و به شکلی ویژه ارتعاش کند، بلکه قادر است شکلی دوبل یا دوگانه بگیرد، یعنی ذره ای را ساطع کند و یا شکلی یگانه گرفته که به معنای جذب دوباره آن ذره است و به این ترتیب شکلی هندسی بگیرد با حفره ای در درون آن. با در نظر گرفتن تمامی شکل‌های هندسی ممکن به شکلی خودکار و اتوماتیک تمامی برهمکنش‌ها را در نظریه ریسمان‌ها جای می‌دهیم و برخلاف مثال مدل استاندارد که پیشتر دیدیم، دیگر نیازی به اضافه کردن غیر اتوماتیک یا دستی برهمکنش‌ها به آن نیست. علاوه بر این، برهمکنش‌ها در مدل استاندارد شکلی لوکال یا محلی به خود می‌گرفت. مثلا ارسال یک فوتون شکلی آنی داشت، در حالی که در نظریه ریسمان ها برهمکنش ها شکلی مستمر و تدریجی دارد، یعنی ذره نه به شکلی آنی بلکه به شکلی تدریجی ارسال می شود و این به ما این امکان را می دهد که زمانی که می خواهیم گراویتون را در مدل استاندارد بگنجانیم دیگر مقادیر مبهم و بی نهایت را نداشته باشیم.
به این شکل نظریه ریسمان ها نه تنها وجود گراویتون را پیش بینی می کند، بلکه به ما اجازه می دهد که ببینیم گراویتون چگونه با دیگر ذرات وارد کنش و واکنش می شود، تا به این شکل به توصیف گرانش کوانتومی برسیم. تا اینجا نظریه ریسمان ها بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد. این نظریه شرح می دهد که چرا انواع مختلفی از ذرات وجود دارد و بر همکنش های این ذرات را نیز پیش بینی می کند و در پایان توصیفی کوانتومی از گرانش را نیز نشان می دهد. اما می بینیم که در این مرحله این مدل با سه مشکل مواجه می شود. مشکل نخست آن که تمامی ریسمان ها همانند بوزون رفتار می کنند، مانند فوتون و یا گراویتون، در حالی که در دنیای واقعی دستبندی دیگری از ذرات وجود دارد که فرمیون نام دارد، مانند الکترون ها یا کوارک ها، و می بینیم که در این مدل نظریه ریسمان ها فرمیون ها پیش بینی نشده اند. مشکل دوم آن که در این مدل یکی از ذرات پیش بینی شده تکیون نام دارد که به نظر می رسد که جرم آن عددی است خیالی و مبهم، یعنی ریشه یک عدد منفی، و این مشکلی است ریاضی که باید برطرف شود. و بالاخره مشکل سوم، فضا زمان دارای چهار بُعد است، سه بُعد فضا و یک بُعد زمان، در حالی که به نظر می رسد که این مدل تنها در کیهانی با 26 بُعد کارایی دارد. پس تا این مرحله به نظر می رسد که نظریه ریسمان ها قادر به توصیف کیهان نیست. برای برطرف کردن این سه مشکل، نظریه ریسمان ها را به شکلی عمیق‌تر پژوهش و بررسی کنیم. برای گنجاندن فرمیون ها در این مدل، اسپینرهایی را به این ریسمان ها اضافه می کنیم. این اسپینرها عناصر و ترکیباتی به شکل ریاضی هستند که در مدل استاندارد ما را قادر به توصیف فرمیون ها کرده بود. این اضافه کردن اسپینرها به ریسمان ها دو مشکل را حل می کند. نخست آن که این مدل نظریه ریسمان ها اکنون وجود فرمیون ها را پیش بینی می کند و دیگر آن که وجود تاکیون مشکل ساز را نیز دیگر پیش بینی نمی کند. و این نظریه کاملتر نظریه ابر ریسمان ها نام می گیرد. در واقع اکنون که این اسپینرها را به ریسمان ها اضافه کردیم، این نظریه تقارنی را نشان می دهد، تقارنی اساسی بین فرمیون ها و بوزون ها. به زبانی دیگر این نظریه پیش بینی می کند که به همان اندازه فرمیون ها بوزون ها نیز وجود خواهند داشت و این چیزی است که به آن ابر تقارن می گویند. و اما مشکل سوم، قبل از گنجاندن ابرتقارن در نظریه ریسمان ها، ریاضیات به یک کیهان با 26 بُعد نیاز داشت، در حالی که اکنون نظریه ابر ریسمان ها تنها به یک کیهان با 10 بُعد نیاز دارد، 9 بُعد فضا و 1 بُعد زمان. در اینجا می‌بینیم که مشکل سوم، یعنی مشکل بُعد ها، حل نشده و نظریه ریسمان ها با کیهان که دارای تنها 4 بُعد است ناسازگار می باشد. حال به بررسی بیشتر این نظریه پرداخته تا ببینیم که اگر این 6 بُعد اضافی وجود داشته باشند در کجا هستند. احتمال نخست آن که کیهان برشی است 3 بُعدی از یک ابر کیهان بزرگتر با 9 بُعد، و احتمال دیگر آن که 6 بُعدی که ما قادر به دیدنشان نیستیم به شکلی فشرده در خود حلقه زده اند. برای درک بهتر این احتمال، مورچه ای را در نظر بگیرید که بر روی یک نی حرکت می کند. نی 2 بُعد دارد و مورچه می تواند به جلو و عقب حرکت کند و نیز از چپ به راست نی را دور بزند. اما اگر به اندازه کافی دور شویم، دور نی قابل مشاهده نیست و ما فقط یکی از 2 بُعد را می بینیم. بُعد دوم، یعنی بُعدی که به دور نی می چرخد، بسیار کوچک است، به شکلی که در این مقیاس قادر به دیدن و درک آن نیستیم. در نظریه ریسمان ها نیز می توانیم پدیده ای مشابه را فرض کنیم، یعنی در واقع کیهان دارای 9 بُعد فضا می باشد، با این تفاوت که 6 بُعد آن بسیار کوچک بوده و بر روی خود حلقه زده اند، به شکلی که در مقیاس ما قابل دیدن نیستند.
و اما آیا منطقی است که وجود ابعادی را فرض کنیم که قادر به مشاهده آن نباشیم؟ باید گفت که وجود این ابعاد اضافی پرسشی است بسیار جالب که می توانست ما را قادر به مشاهده پدیده‌های جالبی کند. برای نمونه ذره‌ای بدون جرم را تصور کنیم که با سرعت نور در حال حرکت است. البته حرکتی در درون یک بعد فشرده و جمع شده. از دید ما متوجه این بعد اضافی نمی شویم و در نتیجه حرکت این ذره برای من کندتر به نظر می رسد. یعنی ما فقط بخشی از حرکت کامل آن را مشاهده می کنیم و در مقیاس ما به نظر می رسد که حرکتش کندتر شده، به مانند آن که دارای جرم می باشد. بنابراین ایده ابعاد فشرده اضافی مکانیسم نسبتاً ساده ای را ارائه می دهد که از طریق آن ذرات ویژه‌ای می توانند با جرم بسیار زیاد ظاهر شوند. به همین دلیل در حال حاضر برای آن که بتوانیم این ذرات را در دستگاه شتاب دهنده ذرات به وجود آوریم به انرژی بسیار زیادی احتیاج داریم تا بتوانیم بررسی کنیم که آیا این ذرات با جرم بسیار زیاد وجود دارند یا نه. از طرفی دیگر وجود این شش بعد اضافی در نظریه ریسمان‌ها به ما امکان می‌دهد تا انواع مختلف بیشتری از حالت‌های ارتعاشی داشته باشیم و در نتیجه به شکلی غیر مستقیم دارای تنوع بیشتری از ذرات ممکن باشیم. علاوه بر این تعداد بسیار زیادی از روش‌های گوناگون ممکن برای در خود حلقه زدن و فشرده شدن این شش بعد وجود دارد. و هر امکان در خود حلقه زدن و فشرده شدن این شش بعد کیهانی متفاوت را پیش بینی می کند. کیهانی که در آن ریسمان‌ها حالت‌های متفاوتی از ارتعاش را به خود می‌گیرند و بنابراین مانند ذرات مختلفی رفتار می‌کنند. با انتخاب دقیق شیوهی که این شش بعد متراکم، فشرده و در هم می‌شوند، می‌توانیم توصیف خود را طوری تنظیم کنیم که همان ذراتی را پیش بینی کند که در کیهان مشاهده می‌کنیم. باید گفت که در میان هزاران هزار امکان و احتمال ما هنوز نمی‌دانیم که چرا کیهان ما دارای این ذرات مدل استاندارد به جای احتمال ذراتی دیگر است. بر طبق بعضی نظریه ها که مبنایشان بر گمان می باشد، شاید شکل، فرم و هندسه کیهان در طول زمان تغییر کرده است. آن هم با گذر از یک شکل از ابعاد فشرده به شکلی دیگر از ابعاد فشرده. و به این شکل قوانین فیزیک نیز شاید می توانست در نخستین لحظات بیگ بنگ تغییر کرده باشد. در پایان باید گفت که نظریه ریسمان ها تا به امروز در حد یک مدل نظری و گمانه‌ای است و تایید آن از طریق آزمایش بسیار دشوار می باشد. به این دلیل که ریسمان ها بسیار بسیار کوچک هستند و این تنها یک نگاه در میان نگاه های بسیار دیگر است. تلاشی برای رسیدن به نظریه نهایی همه چیز. با این حال در حال حاضر این نظریه هنوز هم یکی از امیدبخش‌ترین مدل هاست. نظریه ای که تأثیران بسیار فراتر از هدف اصلی خود بوده است. نظریه ریسمان ها توصیف گرانش را در مقیاسی کوانتومی ممکن و پژوهش درباره سیاه چاله ها را آسان‌تر می کند. این نظریه به توسعه چندین شاخه از ریاضیات و نیز به درک بهتر جنبه‌های خاصی از مدل استاندارد کمک می‌کند و در پایان نظریه ریسمان‌ها ذراتی فرضی را مانند اکسیون برای توصیف بالقوه ماده تاریک پیشنهاد می‌دهد. باید گفت که جنبه‌هایی از نظریه ریسمان‌ها که به بهترین وجه قابل درک هستند تکیه بر نظریه ابرتقارن دارد که در پیش دیدیم و وجود ذرات جدیدی را پیش بینی می کند که تا به حال شناسایی نشدند. و در پایان باید گفت که در واقع نظریه ابر ریسمان ها در 5 نسخه مختلف وجود دارد که هر کدام انواع مختلفی از کیهان را توصیف می کنند و ما قادریم به صورت ریاضی نشان دهیم که این 5 نظریه در واقع فقط تقریبی از یک مدل کاملتر هستند. نظریه ای که کیهانی با 11 بعد را توصیف می کند. نظریه M.
برای به پس راندن خرافات در سرزمینمان دانش به زبان ساده را به پیش رانیم. مشترک کانال ما شده و ما را در این مهم یاری دهید.